تا حالا به این فکر کردین که چجوری میشه از پرندگان زینتی مثل قرقاول نگهداری کرد و اونها رو پرورش داد تا به سودآوری رسید؟ آیا فقط مشتری های شما به خاطر زیبایی قرقاول اونها رو خریداری میکنن؟ اگر میخواین جواب این سوال ها رو بدونین تا انتهای ویدیو همراه من باشید. سلام، به یک ویدیو دیگه از چنل نسترن فارم لایف خوش اومدین. امیدوارم که حالتون حسابی خوب باشه. من نسترنم و اینجا چنل نسترن فارم لایفه. به چنل من حسابی خوش اومدین. امروز من با بیانکا خانوم که اگر تا آخر ویدیو لطف بکنن رو شونه بنده بمونن، میخوایم در رابطه با پرورش قرقاول یک مقدار براتون صحبت بکنیم. یادتون نره اگر از این سبک ویدیوها خوشتون میاد و میخواین چالش‌های زندگی روستایی من و ویدیوهای جذاب در رابطه با حیوانات ببینید، این ویدیو رو لایک، چنل من یعنی چنل نسترن فارم لایف رو سابسکرایب و زنگوله کنارش رو فعال بکنید تا هر وقت ویدیو جدید آپلود کردم بتونید با چشمای زیباتون ببینید. مرسی. قرقاول جزو پرندگان زیبا و زینتی به شمار میاد که توی تمام قسمت‌های مختلف زمین تقریباً قابل مشاهده هست و توی ایران هم این پرنده زیبا قابل پرورش هست. خواص گوشت و تخم این پرنده باعث شده که روز به روز به محبوبیت پرورش و نگهداری از این پرنده افزوده بشه. اگر بخوام به انواع نژاد قرقاول‌ها اشاره کنم، میتونم به نژادهای قرقاول طاووسی مالایی، قرقاول نژاد گوشدار قهوه‌ای، قرقاول نژاد گوشدار آبی، گوشدار سفید، سفید هلندی، نژاد مسی، اولیوت اگر اشتباه نگفته باشم، سیامی، میکادو، سیلور یا همون نقره‌ای، قرقاول نژاد گردن حلقه‌ای، نژاد سبز، نژاد طلایی یا زرد لیمویی، نژاد ریورز، نژاد لیدی آمهرت، سیامی و کلی نژاد دیگه میشه اشاره کرد که حالا من چند تاش رو براتون گفتم. شاید شما به خاطر اینکه بخواین پرورش این پرنده دستتون بیاد، به مقدار بسیار کم توی خونه بخواین اونها رو پرورش بدید. پرورش توی خونه بستگی به فضایی داره که شما دارین این پرورش رو توش انجام میدید. میتونه یک سالن کوچیکی باشه، بالا پشت بوم خونتون باشه یا حیاتتون یا حیات خلوتتون. حداقل 20 متر فضای توری کشی شده لازم هست که بتونید قرقاول‌ها رو به صورت داخل قفس و در فضای بسته نگهداری بکنید. هر قفس برای هر دو مولد 1 متر مربع و برای 4 مولد 3 متر مربع باید در نظر بگیرید. این ابعاد قفس‌های بود که بهتون گفتم. توی فضای 20 متری که قفس‌هایی با ابعاد 2 در 1 داشته باشید، میتونید حدوداً 15 تا 20 تا مولد به صورت جداگانه توی قفس‌ها نگهداری بکنید. در کل منظورم 15 تا 20 مولد هست. کف قفستون حد الامکان توری کشیده شده باشه و میتونید از ماسه بادی، خاک تمیز، رنده چوب یا براده چوب استفاده بکنید برای بستر این حیوانات. که در واقع طبق تجربه که من دارم برای پرندگان براده چوب یا رنده چوب بسیار مناسب تر هست، ولی توی سالهای اخیر به خاطر گران شدن همه چی، چوب هم گران شده، پس براده های چوب هم بسیار قیمتش بالا رفته. حداقل تو منطقه‌ای که من هستم اینجوریه. اگر بخواید میتونید با 15 مولد نژاد آمریکایی یا نژاد پاکستانی در ابتدا شروع بکنید که حدوداً در هر دوره پرورش 70 تا 90 تا تخم ماده های قرقاول ها میذارن. پس در کل با اون تعداد مولدی که بهتون گفتم توی هر دوره میتونید 1200 تا تخم داشته باشید در بهترین شرایط. شرایطتون واقعا عالی باشه و واقعا به پرندگانتون برسیم و در واقع پرندگان سالمی داشته باشین، تا 1400 تا تخم هم در هر دوره میتونید تولید بکنید. میتونید تخم های قرقاولتون رو به
جوجه تبدیل بکنید بفروشید، یا اینکه به صورت خوراکی به فروش برسونید این تخم ها رو، یا اینکه به صورت تخم نطفه دار. در واقع بستگی به خودتون داره و بستگی به شرایط بازار داره که شما با توجه به منطقه که در اون هستید در واقع این جوجه ها رو یا این تخم ها رو چگونه خریداری میکنن. ولی تجربه نشون داده که از همون مثلا حالا 1200 تا فکر کنید شما تخم دارید، شما اگر نصف اینها رو تبدیل به جوجه بکنید و نصفش رو از تخم ها رو به صورت تخم نطفه دار یا تخم خوراکی به فروش برسونید، بسیار براتون صرفه بهتری داره. در کل اگر شما دستگاه جوجه کشی دارید، تولید جوجه ها و فروش جوجه ها برای شما سود بیشتری داره. از روش های پرورش قرقاول میتونم به روش پرورش در قفس و فضای بسته و روش پرورش به صورت فری رنج و در واقع در یک دشت اینا قرار بگیرن که بتونن از اون فضا استفاده بکنن. ترجیحاً چون پرنده وحشی هست و من خودم راستش تا به حال این پرنده رو پرورش ندادم، قسمت نشده که پرورش بدم، ولی با توجه به درس هایی که در رابطه با قرقاول ها خوندم و همونطور که خودتونم مطمئنم میدونید، این پرندگان وحشی هستن و به نظر من تو قفس پرورش دادنشون برای پرورش دهندگان به صرفه تر هست. حالا دلایلش رو با هم مرور میکنیم. از مزایای پرورش قرقاول ها در قفس میتونم به این موارد اشاره بکنم که چون که نرها با هم کمتر دعوا میکنن، بنابراین مقدار تخم نطفه دار افزایش پیدا میکنه. از واحد سطح استفاده بیشتری میشه. مراقبت از قرقاول ها آسان تر بوده و هیچ قرقاولی از دید پنهون نمیشه. تخم های تولیدیتون چون که توی در واقع نست یا جعبه هایی که شما برای قرقاول ها تعبیه کردید تا در اونها تخم گذاری بکنن، بنابراین تخم های تولیدی بسیار تمیزتر خواهند بود. چون که خوراک به اندازه کافی در اختیار پرندگانتون قرار میدید، بنابراین رقابت سر خوردن خوراک وجود نداره. خیلی کمتر در واقع هست. توی روش قفس کانیبالیسم کمتر رخ میده. کانیبالیسم بیماریه که پرندگان در اون در واقع هم نوخاری میکنن و به قسمت‌های از بدن پرنده‌های دیگر نوک میزنن و اینقدر این کار رو انجام میدن تا اینکه اون پرنده از دست میره. متاسفانه اگر شما یک در واقع چاره‌ای رو برای این کار نیندیشید، به کل گلتون این کار در واقع یاد داده میشه به وسیله هم نوعان پرندگان و یک بیماری هستش که مدیریتی هست و شما در همون اوایل وقتی متوجه شدید میتونید به آسانی این رو کنترل بکنید. خارج کردن قرقاول های حذوی توی روش قفس بسیار آسان تر خواهد بود. بیماری های انگلی رو کمتر میگیرن پرندگان توی روش قفس. خب حالا ما انقدر از خوبی های پرورش توی قفس گفتیم، این رو برم از معایبش بگیم. اگر شما بخواید قرقاول ها رو توی قفس پرورش بدین، هزینه اولیه‌ای که برای پرورش قرقاول ها کنار میذارید بسیار بالاتر خواهد بود. ممکنه به علت تحرک کمتره قرقاول ها حالت عصبی توی قرقاول های مولد ایجاد بشه و هر نوع تنش و تحریکی بر تولید اونها تأثیر بدی بذاره. به علت پرورش تعداد بیشتر قرقاول توی سالن، پس بنابراین شما به دستگاه های تهویه بیشتری احتیاج دارید که باید برای این کار در واقع یک فکر اساسی بکنید. اینجوری نیست که مثلا حالا یه دونه پنجره باز بکنید، در این صورت کافی نیست، باید از دستگاه ها و در واقع فن های تهویه استفاده بکنید حتما. محدودیت حرکت دارن. خب ببینید، اینا پرنده های وحشی هستن که توی دشت ها به صورت آزادانه پرواز میکنن و میدون، ولی خب توی قفس اینا نمیتونن این کار بکنن که برمیگره به همون قضیه انیمال ویلفیر یا رفاه زندگی پرندگان که توی روش قفس اصلا این کار رعایت نمیشه. علاوه بر انتخاب نژاد مناسب با توجه به هدفی که شما دارین و عوامل ژنتیکی، عوامل محیطی هم بسیار روی پرورش شما تاثیرگذار هستند. دمای مورد نیاز برای جوجه قرقاول ها توی هفته اول بین 33 تا 35 درجه هست. مثل جوجه هر پرنده دیگه ای، جوجه قرقاول ها هم در هفته اول بسیار حساس هستن. پس بنابراین توی هفته اول سعی کنید سالونتون رو به شکلی تعبیه کرده باشید که تمام نیازهای جوجه قرقاول ها رو بتونید تامین بکنید. بعد
از اینکه جوجه قرقاول ها هر هفته دارن بزرگ میشن، شما به ازای هر هفته که اینا داره سنشون بالاتر میره 2 الی 2.5 درجه باید از دمای سالن بکاهید تا اینکه به دمای 25 درجه برسید. دمای 22, 23, 25, 26 درجه برای قرقاول های مولد بسیار مناسب هست. در واقع میتونم بگم مولد ها توی دمای 20 تا 25 6 درجه تخم گذاریشون رو انجام میدن. یکی از بزرگترین مشکلاتی که میتونه پرورش قرقاول ها توی فصول سرد سال داشته باشه اینه که دمای هوا بسیار پایین هست و به تبعه اون دمای سالن شما هم بسیار پایین میاد که این اصلا برای قرقاول ها مناسب نیست. پس توی فصول سرد سال حتما باید یک منبع گرمایشی برای سالن خودتون تهیه کنید. رطوبت 60 درصد برای قرقاول ها بسیار مناسب هست. رطوبت 50 تا 55 درصد برای نیمچه ها و جوجه ها. ببینید من الان توی شرایطی که دارم زندگی میکنم توی شمال هست و اینجا برنج کاری انجام میشه و خودتون میدونید که هوای شمال چقدر شرجی هست. پس بنابراین من به هیچ عنوان از هیومیدیفایر یا دستگاه‌های رطوبت ساز استفاده نمی‌کنم، چون که رطوبت هوا به اندازه کافی هست و بهترین شرایط رو برای نگهداری پرندگان ما توی شمال داریم. ولی توی تهران یادمه وقتی که ما سالن جوجه کشی دور دانشگاه داشتیم و جوجه های یک روزه راس 308 یا همون جوجه گوشتی هایی که شما مصرف میکنید وارد سالن شدن، ما از دستگاه در واقع این سمپاش های بزرگ که حالا البته توش ما فقط آب پر کرده بودیم استفاده میکردیم تا رطوبت سالن رو بالا ببریم. تهران شهر بسیار خشکیه، پس بنابراین رطوبت سالن شما بسیار پایین هست. پس اگر توی مناطق گرم هستیم حتما یک دستگاه حالا در حد آبپاش کوچولو هم که باشه داشته باشین که رطوبت سالنتون رو حالا به هر طریقی که میتونید تامین بکنید. نوردهی سالن یکی از عوامل بسیار مهم توی پرورش قرقاول ها به حساب میاد. سالن های باز پرورش قرقاول به نور خورشید وابستن، ولی شما اگر به صورت قفس یا سالن های بسته میخواین قرقاول ها رو پرورش بدین باید نور سالنتون رو تنظیم بکنید. نور سالن باعث شکوفا شدن توان ژنتیکی قرقاول ها و سبب کاهش هزینه های مدیریتی و تغذیه، افزایش تولید و بهبود ضریب تبدیل غذایی و سلامت گله میشه. شدت نور در سالن بسیار مهم هست، پس شما حتما باید به شدت نور سالنتون توجه بکنید. افزایش بیش از حد شدت نور هم سبب بروز عوارضی مثل کانیبالیسم یا همدیگر خاری میشه. پس توصیه میکنیم برای مشخص شدن شدت نور از نورسنج یا لایت متر توی ارتفاع قد پرنده استفاده بکنید که ببینید شدت نورتون شدت نور مناسب برای قرقاول ها هست یا خیر. حتما باید به تهیه هوای محیط نگهداری قرقاول ها توجه بکنید. پس بنابراین باید از فنهای تهویه مناسب با سالنتون استفاده بکنید. اگر شما توی جایگاه بسته قرقاول ها رو نگهداری میکنید با استفاده از برنامه نوری مناسب، قرقاول ها توی 8.5 ماهگی شروع به تخم گذاری خواهند کرد. برای قرقاول های تخم گذار به ازای هر 5 قرقاول مولد 1 لانه تخم گذاری مناسب هست. اگر تعداد لانه های تخم گذاری کم باشه شاهد به وجود اومدن تخم های بستری خواهیم بود که آلودگی این تخم ها بالا میره. پس این تخم ها برای جوجه کشی نمیتونن کارآمد باشن، چون که ممکنه دچار آلودگی های سطح زمین در واقع سطح بستر قرقاول ها بشن و جوجه های مورد انتظار رو به ما ندن یا حتی نذارن این آلودگی ها که نطفه تشکیل بشه. اگر میخواین جوجه قرقاول ها رو برای پرورش تهیه کنین حتما جوجه قرقاول ها رو از مراکز معتبر تهیه بکنین. جوجه ها رو حتما چک کنید که ببینید سالم باشن. سعی کنید به صورت حضوری خرید بکنید. توی حمل و نقل و جابجایی حتما به صورت استاندارد اینا رو جابجا بکنید و از جابجا کردن و تکون دادن بیش از حد قرقاول ها جلوگیری بکنید. توی پرنده های 1 ماهه واکسن های 2 گانه و 3 گانه حتما زده شده باشه. وقتی که شما میخواین اونا رو همه رو با هم توی سالن توی یک تایم خاصی بریزین
همه جوجه ها یک سایز و یک سن باشن. حتما دقت کن که جوجه قرقاول ها از نشاط و سلامتی و شادابی برخوردار باشن. رسیدیم به فروش و در واقع بازاریابی برای فروش این پرنده. اگر زیر 100 تا قرقاول دارین، حالا تعدادش کم هست، البته فرقی هم نداره، میتونید شما به صورت حضوری این پرندگان رو به فروش برسونید و حالا مثلا تو در و همسایه یا اینکه توی شهر خودتون میتونید به راحتی قرقاول هاتون رو به فروش برسونید، یا اینکه به صورت اینترنتی و از طریق آگهی گذاشتن توی سایت های مختلف که فکر کنم خودتون میدونید توی چه سایت هایی میشه اینها رو پیدا کرد و توی شبکه های اجتماعی میتونید قرقاول هاتون رو به راحتی به فروش برسونید. حتما سعی کنید که این کار رو با کیفیت و با نظم و با اصول خاص خودش شروع بکنید تا اینکه پرنده های سالمی تحویل مردم و خریدارها بدید، تا اینکه بتونید اعتماد اونها رو برای خریدهای بعدی جلب بکنید. برای پرورش قرقاول ها لازم نیست همه مراحل رو خودتون از قبل تجربه کرده باشید. میتونید از مراکزی که قرقاول در واقع پرورش میدن مشاوره بگیرید و حالا یک پولی باید بدید شاید برای مشاوره، میتونید مشاوره بگیرید ازشون و از تجربیات اونها استفاده بکنید. چون وقتی وارد کار میشید شاید باورتون نشه، یعنی ما همش داریم مثلا از بیرون یه چیزی رو نگاه میکنیم، خب مثلا دونه میذاری جلو پرنده، آب میذاری تموم شده رفت، ولی اصلا اینجوری نیست. وقتی وارد کار میشید از یک چیزهایی، یعنی شاید شما در حد مثلا یک جایگاه آبخوری اینها رو آبخوری استاندارد نگذاشته باشید و ببینید که چه مشکلاتی براتون پیش میاد، شاهد چه مشکلاتی بشید، یعنی اصلا باورتون نمیشه. به هر حال شما با موجود زنده سر و کار دارید و موجود زنده یک موجود غیر قابل پیش بینی هست و شما باید خودتون رو برای هر چیزی آماده بکنید. توی قرقاول های گوشتی که از قرقاول های نژاد گردن حلقه ای یا معمولی استفاده میکنن، اگر میخواین از گوشتشون سود ببرین تا 16 هفتگی اینا رشد میکنن. بعد از 16 هفتگی سرعت رشد این پرندگان کاهش پیدا میکنه. پس شما تا 16 هفتگی وقت دارید که اینها رو به کشتارگاه راهی بکنید. پس اگر میخواین اینا رو بگیرین و در واقع حالا به فروش برسونید، به کشتارگاه ببرین، سعی کنید این کار رو در شب انجام بدین و همه قرقاول ها رو قبلش مثلا توی غروب ببرید ته سالن و توی شب این کار رو انجام بدین، چون قرقاول ها پرندگانی وحشی هستن، اگه شما بخواید اونا توی روز و موقعی که نور هست بگیرین بسیار جیغ میکشن، خودشون رو به دیوار میکوبن، ممکنه حتی خودشون رو در واقع زخمی بکنن و مشکلی براشون پیش بیاد. بنابراین باید توی شب این کار انجام بدین که اونا زیاد متوجه نشن و بعدش میتونید توی سبدهای مخصوص حمله این پرندگان قرار بدید و اونها رو راهی بکنید. اگر بخوام از نژادهای قرقاولی که توی ایران استفاده میشه برای تولید گوشت و تخمشون، نژادهای آمریکایی، نژادهای پاکستانی و هلندی اشاره بکنم. توی بحث پرورش قرقاول دو تا چیز خیلی مهمه، یکی صبر و یکی علاقه شما به پرورش پرندگان. اگر شما علاقه داشته باشید به پرورش پرندگان، توی هر یک از مراحل اگر مشکلی پیش بیاد میتونید با صبر و حوصله و با علاقه‌ای که دارین این مراحل رو و این مشکلات رو پشت سر بذارید و به سوداوری که مد نظرتون هست برسید. پرورش قرقاول خیلی به نظر من هیجان انگیزه، چون من خودم اصلا قبل از اینکه راجبش تحقیق بکنم فکر می‌کردم این پرنده فقط زیبایی داره، در حالی که گوشت خیلی خیلی لذیذی داره که همه ازش تعریف می‌کنن و تخم مرغش هم بسیار فواید زیادی داره و خیلی پرندگان زیبایی هستن که به عنوان پرندگان زینتی گوشتی و تخم‌گذار میشه ازشون استفاده کرد. توی ایران پرورش این پرنده رو به افزایشه و خیلی قبل از شما که اگر قصد دارید این پرنده رو پرورش بدین شروع کردن، ولی خب هنوزم این بازار به نظر من جا داره، چون که تقاضای برای گوشت و تخم این پرنده هر روز داره توی ایران و سراسر دنیا افزایش پیدا میکنه. امیدوارم که تونسته باشم اطلاعاتی کلی در رابطه با پرورش قرقاول، این پرنده زیبا و پرسود، در اختیار شما گذاشته باشم. اگر از این سبک ویدئو خوشتون میاد و دوست دارین ویدئوهای بیشتری از من در رابطه با پرندگان و حیوانات مختلف ببینید، لطفاً این ویدئو رو لایک کنید و سابسکرایب چنل من به هیچ عنوان یادتون نره. هر سوالی داشتید توی کامنت ها از من بپرسین، سریعاً جوابتون رو میدم و تا جایی که
میتونم حتما راهنماییتون میکنم و هیچ وقت این رو دریغ نمیکنم. خیلی ممنون که تا انتها ویدیو من رو تماشا کردید. هر جا که هستید همیشه شاد و سلامت باشید. خدا نگهدار.